همراه شدیم با شبنم آذر، همکارم که از لندن به ما پیوسته. شبنم، چه بیشتر میدونیم، تازه ترین ها رو از تو بشنویم. ببینید، تا همین لحظه دست کم 5 مدرسه تایید شده که در اخباری که به ما رسیده 5 مدرسه رو تونستیم تایید بکنیم که مسمومیت صحت داره. در دبیرستان توحید شهریار کرج، مدرسه عصمت و حجت در ملارد کرج که 20 نفر در این مدرسه بیمارستان منتقل شدن، در عبدالآباد مدرسه جمال الدین اسدآبادی و دبستان دخترانه حمزه رفعتی در رشت. گزارش هایی هم داریم درباره مدرسه حسن برجسته، یک مدرسه دبستان پسران است که صدای یکی از مادران برای ما ارسال شده و تصاویری هم برای ما ارسال شده که مادر یکی از این دانش آموزان میگه که بچه‌ها رو در کلاس‌ها محبوس کردن و دود پیچیده، اونجا اجازه نمیدن والدین وارد بشن و مسئولین مدرسه گفتن که این آتش سوزی دیشب بوده که اتاقی که شامل پرونده ها و کاغذ ها و مقوا بوده آتش گرفته، ولی دانش آموزان میگن که نه، اینطور نیست و بوی نارنگی سوخته احساس میکنن. به هر حال الان این تشنج در چنین مدرسه وجود داره. فعلا یه گزارش هم داریم درباره مدرسه به اسم احمد فاطمی در اسلام آباد که کانال صنفی معلمان منتشر کرده. ما منتظر هستیم که اخبار بیشتری در این رابطه به دستمون برسه. همزمان در تهران و کرج در استان فارس هم اداره کل آموزش پرورش استان فارس یک گزارشی داره، گفته در شهرستان کوبار یکی از مدارس که اسمی هم از این مدرسه آورده نشده، دانش آموزانش مسموم شدن و 27 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدن. شبنم، جزئیات بیشتری از فراخوان ها هم در دست داریم؟ بله، ببینید، علاوه بر فراخوان هایی که برای روز 16 و 17 16 و 17 اسفند داده شده، در این فراخوان ها که از سوی شوراها، انجمن ها، از سوی دانش آموزان انقلابی، از سوی فرهنگیان اینها صادر شده و حمایت شده و گفتن که روز 16 اسفند مقابل مجلس شورای اسلامی تمام فرهنگیان و خانواده ها حاضر شد و همطور در همه شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش. دانش آموزان انقلابی در تشکلی که دارند این بیانیه رو حمایت کردن. همزمان یک بیانیه همین امروز اساتید دانشگاه چمران اهواز منتشر کردن. در این بیانیه اساتید دانشگاه گفتن که مماشات با چنین جنایت هولناکی اصلا تحمل پذیر نیست و هشدار دادن به مقامات که اگر این موضوع به زودی متوقف نشه و عواملش روشن نشن و مشخص نشن و علتش روشن نشه و معرفی نشن، این فوران خشم عمومیه که قطعا باهاش مواجه خواهد شد. به هر حال در این بیانیه هم از دانش آموزا حمایت شده و از خانواده ها و خواستش که هر چه سریعتر این مسئولیت دانش آموزا متوقف بشه. در کنارش کارگران پیمانی نفت از بیانیه معلمان حمایت کردند. 52 گروه و تشکل هم در که شامل جوانان محلات چندین استان، شامل چندین دانشگاه، بیش از 17 دانشگاه و فعالین مدنی میشه، اینها هم در این حال گفتند که از این فراخوان ها حمایت میکنن، به ویژه فراخوان 8 مارس که روز جهانی زن هست و ساعت 6 عصر به خیابون ها میان و در واقع اعتراضشون رو در خیابون ها نشون میدن.